بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. یا الله بنا نه مفعول دوم آره خب چرا نه این که فهمیدین من اولا همون اون موقع هم این تو ذهن خودم بودا یعنی بود ولی چون اون موقع کسی اشکالی نکرد هیچی نگفتم. هر کلمه که دو مفعولیه مفعول دوم را به اول میدند، مفعول اول فاعله و مفعول دوم مفعوله. این قاعده کلی. اعطیت زیدن درهمن، الا درهم مفعول دوم، زید مفعول اول. حتی اگر شما بفرمایید اعطیت درهمن زیدن، باز اعطیت درهمن زیدن، درهمن مفعول دوم، زیدن مفعول اول، چون درهم نمیتونه فاعل باشه اما زید فاعله. درست؟ خب اگر که یه جایی بود که تقدیم دو تا مفعول این به جای اون، اون به جای این، اشتباه تو معنا ایجاد نمی کند، فرقی نمی کنه که شما این اول بیارید یا اون اول بیارید، به هر حال اونی که فاعله میشه مفعول اول، اونی که مفعوله میشه مفعول دوم. این آیه محل بس اینجوری بود، این آیه اینطوریه که اون مثال اون دختره بود که گفتم دختر شاهه ها، اون هدفم این بودا. ببینید الان اگه من و شما باشیم، ما باید به طرف قبله باشیم یا قبله به طرف ما؟ معلوم میده. پس این فرقی نمیکنه که من الان انسان را مفعول تو کلام اول ذکر بکنم یا دوم ذکر بکنم، و قبل را اول ذکر کنم یا دوم ذکر کنم. به هر حال انسان به طرف قبل است، نه قبل به طرف انسان. درست؟ پس چه این که من بگویم که خدا یولی کم ایاها، یا بگویم یولی ها ایاکم، در هر دو صورت قبل مفعول دومه، آدم مفعول اوله. تقدیم و تأخیرش هم تأثیری ندارد. درسته؟ تأثیر نداره. این مالی اینجا علت این که مجموع بیان گفت این بود. فقط اون مثال رو گفتم که اونو برای این که از نظر عرفانی و اون دختره که نمیگفت کعبه دور من میچرخه، اونو به اون خاطر گفتم. اما مسئله نکاح، حالا مثلا مرد قابل وطی هست یا نیست، یعنی مرد بشه مفعول، خواره هستی یه لبات که میکنن دیگه، نمیکنن. معمولا مرد فاعله اما مرد میتونه در مفعول باشه، و لذا اگر اینجوری بودن که تکوینن نمیشد با مرد بطی کرد، اگه نمیشد اون موقع فرقی نمیکرد. شما بگوید که انکه تو مثلا موکلتی موکلکه، یا بگوید که موکلکه موکلتی، فرقی نمیکرد، هر دوش درست بود. نه محصد. اما اگر که نه امکانش باشه وقت دیگه غلطه. پس اصلا یه تکوینا خانم نمیتونه وقت
انشالله استاد کیبانی وقتشی ببرن اندونزی وقت میبینند که میشه یا نمیشه. اصلا تو خیابو تو خیابو بن الان که قول ایام ما الان ایام هم شامل مذکر هم شامل مؤنث هر دو میشود. نه شما یه جایی رو بفرمایید که خیلی خوب بس صالحین من عبادکم و امایکم. الان این بس صالحین من عبادکم و امایکم مفعول اولی یا مفعول دومه؟ نه الان چیز ذکر نشده که یه چیزی محذوف وارده ها. اون مقدره اولی یا دومه به مناسبتش مکه عرض کردم. مکه هر جا که دوتایی بود هر چه آیه بود عرض کردم. سه چهار تا آیه از هر سه چهار تا موتوری بود که عرض کردم. هیچی عدم دقت عدم دقت بله این تنها دلیلش همینه. همین صبح الان اون در سحرم هم گفتم این روایات قابل استناد نیست. این روایات اینا رو عجمان عقل کردند. شما قرآن رو ببینید که عربیش فصیحه، به روایات نمیشود استناد ادبی کرد. هر چیزی که به عنوان انشاء باشه به عنوان اخبار نباشد این ملاک. صیغه خاص که ملاک نیست. تو صیغه بیت بله توی صیغه بیت همه صیغه ها برحال این صیغه ها تعبد به لفظشون نیست. خیلی خوب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. گمانم از این کتاب صفحه 462 بله المعنا بله بله المعنا معنای آیه شریفه 150 آیه شریفه این بود که و من حیث و خرج تفول وجهک شطر المسجد الحرام. حالا المعنا قد مزل کلام فی معنا اول الآیه. این اول آیه که من حیث و خرجت فبل وجهک شطر المسجد الحرام اینو توضیح دادیم که مثلا این شطر زایده است یا معناش چیه اینو توضیح دادیم. خب و قیل فی تکراری وجوهون. خب چرا این فبل وجهک شطر مسجد الحرام تکرار شده؟ بعضی گفتن علت تکرار چند وجه. احدها انه لاختلاف المعنا بین اتفق اللفظ. درسته که تو آیه هم 149 بود هم آیه 150 هر دو تا آیه اینو داشت لفظش متفقه اما معناش مختلفه. لأن المراد بالاول اول یعنی آیه 149 تو آیه 149 و من حیث و خرجت این منصرفن ان توجه الى بیت المقدس. من حیث و خرجت یعنی هنگامی که منصرف شدی از بیت المقدس فول وجهک شطر المسجد الحرام. پس من حیث و خرجت یعنی من حیث و انصرفت. اما بل مراد به ثانی تو آیه 150
یعنی اینا ما کنت من البلاد فتوجه نحبه من کل جهات الکعبه و سایر الاقطار. من حیث خرجت یعنی من حیث کنت، من حیث کنت من البلاد، تو هر شهری بودی، فتوجه نحبه به طرف کعبه بیست. این یک معنا. معنای دوم، من کل جهات الکعبه، از طرف راست، چپ، پشت، جلو، از همه جهات کعبه و سایر الاقطار و سایر اقطار. الان زیر کعبه اون طرف کره زمین دقیقا تو دریاست، تو آبه، اما دقیقا نقطه مقاطر کعبه اگر کسی اونجا باشه هر چهار طرف نماز جایزه دیگه. اما مثلا اگر کسی فرض کنه بره توی کشتی، بره دقیقا اون طرف کعبه، زیر کعبه، تو دریاست، تو خشکی نیست، توی دریاست، ولی اونجا به هر حال مثلا فرض کنه کعبه که اینجا باشه، کسی بیاد اینجای کره زمین، این دقیقا هر طرف بیسته نمازش درسته. کمانی که مثلا فرض کنید کسی بره کره ماه، چجوری باید وایسته؟ همین که به طرف کره زمین باشه به طرف کعبه است، به هر طرفی که به طرف کره زمین بود به طرف کعبه میشه. خب این که روشن، یعنی من حسول من جمعی اقتار منشینه، بلکن این تو اختلافی هست که حالا یه جاهایی هست از نظر مساحت یک جوره، از نظر درجه یه جور دیگه است، که آیا ما باید مثلا الان فرض همین جور قوم که الان ما هستیم قبله این طوریه، اما این کسی الان این جوری وایستد این به طرف کعبه هست یا نیست؟ هست، اینم به طرف کعبه است دیگه، آردی؟ اما مساحتش بیشتره، از این طرفی به طرف کعبه است مساحتش کمتره، اما اونجوری با اینجوری بیاد مساحتش بیشتر میشه. آیا ملاک مساحت کلام ماها تو ذهنمون اینه، یا ملاک درجه است؟ مثلا چند درجه باید فاصله باشه؟ بعضی شهرهایی که به قطب نزدیک میشه دا، به قطب نزدیک میشه، اونها از جنبه مساحت یه جوره، از جنبه درجه یه جور دیگه است. این که شاید شنیدید مثلا تو بعضی شهرها الان یه جوری هستن، تو بعضی شهرها کسی مقلد آقای خوئیه مثلا این طرف نماز میخونه، یکی مقلد امام خمینیه این طرف نماز میخونه، این علتش اینه. خیلی خوب، بس بنها که تو درجه یا تو مساحت، نظر امام مساحت بنه بنه، اما بعضی رو درجه حساب میکنن، نروز میکنن چرا همیشه برمونه بینید این درجه، مثلا فرض کنید چند درجه است اینجا، اینجا مثلا 30 درجه، از اینجا تو اینجا 30 درجه است، اما اینجا 30 درجه 1 سانت، اینجا 30 درجه 5 سانت و هرچی بره جلو هست. درجه جغرافیه، نه نه، این درجه جغرافیایی بله، این اون طول و عرض این نیست، نه این نیست، این اوانو که این فتوا داده به نظر کارشناسی نه دیگه، خواه اینو نه 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 طبع نظر چیز کارشناس جغرافیایی نیست، اینا بر اساس فهم اینها از آیات و روایات اینجوری فهمیدن. فرسون مثلا الان ما توی ایران
چون طرف داره، مثلا جغرافی همون طرف داره، گرین ویچ لندنه، ما یه دایره را چند درجه تقسیم میکنیم؟ یه دایره را 360 درجه. تو فرانسه یه دایره را 400 درجه تقسیم میکنند. تو فرانسه میگن یه دایره 400 درجه است، نیم دایره 200 درجه، ربع دایره 100 درجه. علتش اینه که مثلا ماها که میگیم 360 درجه، علتش اینه که 360 کوچکترین عددی است که قابل تقسیم است بر 1 تا 9. مثلا بر 2 بر 3 بر 4 قابل تقسیمه، الا 7، گمانم 7 قابل تقسیم. 360 گمانم بر 7 قابل تقسیم نیست. کوچک، اگر بخواید کوچکترین عددی رو پیدا کنید که بر تمام این اعداد 1, 2, 3, 4 تا 9 قابل تقسیم باشه، کوچکترین عددش نمیم چند هزار میشه. بلیزا اینا گفتن که ما کوچکترین عدد رو میگیریم، اما حالا اون یکیش طوری نیست، هفتش رو کار نداریم. کوچکترین عددی که بخوایم بر همه قابل تقسیم باشه، اون خیلی عددش میشه بزرگ. بله، سا همین 360 میگیریم که قابل تقسیمه بر 8 تاست، نه بر 9 تا، یکیش نمیشه. فرانسوی ها میگن که خب حالا که اینجوریه، حالا که ما میخواییم یه عدد بگیریم که کوچیک باشه و دایره رو بر اون تقسیم بکنیم و این 360 هم که عیبش اینه که بر 7 قابل تقسیم نیست، خود دیگه ما چرا حالا که یه مشکل داره، خب میگم مثلا 400 میگیریم دیگه، چرا یه عدد کسردار و این حرفا بگیریم، بر 400 میگیریم. درستش اینه که باید دایره رو بر یه عددی تقسیم بکنیم که بر همه قابل تقسیم باشه، با اون چند هزار میشه، اونم خیلی بزرگه، سخته. بلیزا میایم 400 میگیریم که روند باشه، میگیم دایره رو بر 400 قسمت تقسیمش میکنیم. انگلیسی ها میگن که نه، بر 360 میگیریم که 8 تاش طبق قاعده است، نه 9 تاش. درستش هم اینه که اصلا نبیاد همون عدد چند هزار رو بگیره، حالا عددش من یادم نیست چنده، ولی چند هزار کوچکترین عددی که بر 1 تا 9 قابل تقسیم باشد. چند میشه؟ نمیدونم، خلاص حالا یه عدد چند هزاری ها. چند؟ نمیدونم، حالا یادم نیست، خلاص یه عدد اینجوری. دو هزار و 520، بله؟ خیلی من خب، حال بین اگر که همین باشه، یعنی 2520 دایره باید بر این تقسیم بشه، یعنی دایره باید بر این تقسیم بشه که مثلا بر 9، بر 8، بر 7، بر 6، بر 5، بر همه اینا قابل تقسیمه. وقت اون چون عددش خیلی بزرگ بوده، گفته حالا اون رو صرف نظر میکنیم، اینو میکریم که بر 8ش قابل تقسیم باشه. خیلی خوب، بله بله 2520 درجه. مثلا نیم دایره مثلا میشه 1000 رو نمیدونم فلان. خیلی خوب، و ثانی ها دومین بچه که چرا این آیه این رو تکرار کرده، بچه دومش اینه ها، انهو من مواضع تأکید لما جرا من النسخ لیثبت فی القلوب. چرا این آیه تکرار شده؟ به خاطر اینکه نه اینکه اینجا بحث نسخ بود، و نسخ اینه که یه حکمی رو بر بدارن، این برای اینکه خوب جا بیفته، هی باید چند بار بگی، هی باید تکرارش کنی. اینجا از مواضع تأکیده، به خاطر اینکه نسخ پیش آمده، باید تأکید کنیم لیثبت فی القلوب، تا
تو دل جا بیفته، جا بگیره. بله، حالتی قبلا هم بود این همه مطلب رو گفت. بله، و سالسا بچه سبون اینه که انهو لاختلاف المباطن و الاوقات. چرا مثلا دوبار فرموده من حیث خرجته؟ این اون یه جایی بود، این یه جای دیگه بود. اختلاف جاها، اختلاف زمانها، علتی تحتاج و الها زلمعنافی ها، که احتیاج است توی اون زمانها به این معنا. یکی مثلا میگوییم که توی نماز واجب، یکی میگیم تو نماز مستحب، یکی میگیم که مثلا فرض کنید که توی مسجد الحرام، یکی میگیم که در جاهای دور، یکی میخواد بگه اگر که توی مکه اید به طرف کعبه باشید، یکی میخواد بگه اگه بیرون حرم هستید به طرف کعبه باشید. معلوم نیست. چرا بازم میشه که بگیم یکیش واجب رو میگه، یکی مستحب رو، یکی اینجور مکان رو میگه، یکی اونجور مکان رو؟ چرا میشه؟ خیلی خوب، دنباله آیه لعلا یکون للناس علیکم حجتون قیل فیه وجوه. یعنی چی لعلا یکون للناس؟ چند تو معنا داره. اولها ان معناه و معنای آیه شریفه اینها لعلا یکون لأهل الكتاب علیکم حجتون اذا لم تسلوا نحو المسجد الحرام. اگه شما به طرف مسجد الحرام نماز نخونید، یهودی ها علیه شما شیر میشند، حجت دارن علیه شما. به ان یقولو، یهودی ها بنا میکنن بگن لیس هازا هو النبی المبشر به، این اون پیغمبری که خدا بهش بشارت داده این نیست. چرا؟ از زاکه نبیون یسلی بالقبلتین، اون پیغمبری که خدا گفته بعدم میاد، پیامبری که به دو قبله میخونه، اگر که شما به یک قبله بخونی وقت میگن این اون نیست. وجه دوم، وجه دوم اینه که ان معناه لا تعدلوا اما امركم الله به، بر نگردید، عدول نکنید از اون چی که خدا شما را امر کرده به اون که توجه به کعبه باشد. فتکون لهم علیکم حجتون، که اونها علیه شما دلیل داشته باشند. به ان یقولو، به این که اونها بگوین لو کنتم تعلمون انه من عند الله لما عدلتم عنه، اگر شما می دانستید که اون به طرف بیت المقدس از طرف خداست، ازش بر نمی گشتید. پس حالا که برگشتید یعنی فهمیدید که اون از طرف خدا نیست. انل جبایی، جبایی اینجوری گفته، جبایی میگه که لعلا یکون لناس علیکم حجتون، منیش اینسا، یعنی شما که الان به طرف بیتول، به طرف کعبه نماز میخونی، از این دیگه دست بر ندارید. چون اگه از این دست بردارید وقت میگویند که فهمیدید که این به طرف کعبه خوندن حکم خدا نبوده. و سال سوها مقاله ابو روق، یه اولین بار یکی از این آقا چیزی داریم نقل میکنیم. ابو روق گفته ان حجت الیهود انهم کانو قد عرفو ان النبی المبوس فی آخر الزمان قبلتو الکعبه. یهودی ها می دونستن که پیامبر آخری قبلش کعبه است. فلما رأو محمدن یسلی الى صخرته صلی الله علیه و آله، وقتی دیدن پیامبر اکرم به طرف صخره، صخره یعنی بیت المقدس، صخره معلقه، یه سنگی که اینجوریه مثل این دست من اینطوری، اینجوریه، اینو میگن صخره معلقه ها، اینجوری بینی همین دست من بینی اینجا شلال چسبیده به اونجا اینطوری، پیامبر زیر اینجا این نماز خون، اینجا اینجا نماز خون، بعد از اینجا به معراج رفت، اینو میگن صخره معلقه. ولی قبله این چیزها نه، یه دینی تو هندوستان اینه که عمامه دارن دو نمیدونم نه هند، بله حالا نمیخواستم اسمشو بگم، تو ذهنم بود. قبله اونها چیزه
معبد امرتسر، معبد امرتسر یه صخره معلقه همین، یعنی وسط هوا بایستده سا، یعنی به زمین نیست، بین آسمان و زمین بایستده. بن همین معبد امرتسر، خلاص این صخره، یعنی صخره معلقه، معلقه به این معنایی که گفتم. اینجوری وقتی دیدن پیغمبر اکرم یصلی الی الصخره، به صخره معلقه، احتجو به ذالک، یهودی ها اومدن گفتن که این پس اون پیغمبر آخری نیست، چون پیغمبر آخری باید به طرف کعبه نماز بخونه. فصرفت قبلتهو الی کعبه، خدا قبله پیامبر رو به طرف کعبه گرداند. لالا یکون لیهودیا علیه حجتون، علیه پیامبر حجتی، الا الذین ظلموا منهم. خب الا الذین ظلموا منهم یعنی چی؟ یعنی یرید الا الظالمین الذین یکتمون ما عرفوا من انه یحول الی الکعبه، مگر ظالمینی که کتمان میکنن اون چرا که میدانن که این پیامبر قبلش تغییر میکند. و علا هازا یکون الاستثناء متصلا، بنابراین این الا لذین الا میشه استثناء متصل. استثناء متصلی بود که یعنی ما بعد مستثناء داخل در مستثناء من هست اما خارج میشه، یعنی اونها میدانند این تغییر را. الا الذين ظلموا، که الا الذين ظلموا هم میدونند، نه اینکه اونا ندونند، اونا میدونند و اعتراض میکنند. و قد مزا ذکر و ما قیل فیه من الاقوال فی الاعراب، تو بحث اعراب اقوال توی الا الذين رو گفتیم که الا متصل یا منقطع یا فلان، یا اینکه اصلا الا به معنی واوه. و انما اختلف العلماء في وجه الاستثناء، اختلاف هست مفسرین در وجه این الا الذين ظلموا. لا به خاطر همین که می‌خواستیم بگیم که الا که به معنی واوه تو جمله مثبت میشه یا تو جمله منفی باید باشه، به اون خاطر بود، چون قیله بود که تو جمله منفی فقط. درست شعرهایی هم که مثال میزد برای جمله منفی مثال میزد. خب لأن الظالم لا یکون له حجتون، ببینید این که میگه ظالمین علیه شما حجت نداشته با. حجت یعنی یه حرف درست حسابی، حرف حسابی هم میگن حجت، ظالم هیچ و حرف حسابی نداره. میگه ظالم که لا یکون له حجتون، لا لا یعنی حرف درست حسابی نداره، حجت ها حجت و اینجوری من حرف حسابی. لکن ظالم یورد و ما هو فی اعتقاده حجه و امکانت باطلتن، ظالم چیزی را که خودش خیال میکنه حرف حسابی، بله حرف حسابی که نداره. ها پس ببینید این که ظالم علیه شما حجت نداشته باشد، الا الذين ظلموا که حجت دارند، الذين ظلموا هم هیچ و حرف حسابی ندارند. اما چرا آیه اینجوری میفرماد؟ این آیه نمیخواد بگوید که مگر ظالمان که اونها حرف حسابی دارند، میخواد بفرماد مگر ظالمان که خیال میکنند حرف حسابی دارند به زعم خودشون. بله چی؟ نه حجت نمیدونه، ولی قطع قطع بهش میگه قطع، اما به خیال خود اون شخص میگه قطع، یعنی به خیال طرف داره حرف میزنه. لکن ظالم یوردو میآورد، میآورد وارد میکند، میآورد چیزی که به نظر خودش حرف حسابیه، گرچه حرف حرف باطلیه. کما قال سبحانه حجتهم داهزه، مثلا توی این آیه
حجت یعنی حرف درست حسابی، وقت بگیم حرف حسابیشون داهزه نادرسته، این که حرف حسابی دیگه نیست. پس چرا میگوید حجتشون؟ یعنی ما یزعمون انه حجت، یعنی به خیال خودشون داره حرف میزنه، به مذاق خود اونا داره حرف میزنه. این یک قول. و قیل، بعضی گفتن المراد به الذین ظلموا، مراد به الذین ظلموا قریش و یهوده. اما قریش فقالو میگفتن قد علم اننا علی خدا فرجع الی قبلتنا. این پیغمبر یه مدت به طرف بیت المقدس نماز خون، حالا فهمید که حق با ما بوده، برگشت به طرف کعبه و سیرجع الی دیننا، بعدم برمیگرده به دین ما بتم میپرسته. نعوذ بالله. این میشه حجت قریش و سیرجع الی دیننا. و اما یهود، اما یهودی ها میگفتن که فقالو لم ینصرف عن قبلتنا عن علم، این پیغمبر از قبله ما که برگشت با علم و یقین بر نگشت، و انما فعله به رأیه و زعم انه قد امر به، با خیال خودش از بیت المقدس برگشت و خیال می کرد که خدا بهش گفته برگرد. نعوذ بالله. اینم قول دوم. قول سوم و قیل المراد به الذین ظلموا العموم. بعضی هم گفتن مراد به الذین ظلموا چیه؟ الذین ظلموا همشون، همش یعنی هم قریش هم یهودی ها. یعنی ظلموکم بالمقاتلت و قلت الاستماع. اونهایی که با شما ظلم کردن به مقاتل و قلت استماع. بین اینو من مکرر ببخشید نه حالا میگم الان یه پاراگراف دیگه، یه شاهدی میارم. اینو من مکرر میگفتم که ببینید کلمه حرب به معنی جنگ نیست. شاهدش اینه که میگیم حروب فجار، حروب فجار درگیری نبود، حروب فجار همین جر و بحث بود، نه این که آدم کشتن. کلمه جهاد هم گفته بودم به معنی جنگ نیست، به خاطر اینکه آیات قرآن که تو مکه نازل شده فرموده جهاد، با اینکه تو مکه جهاد درگیری اصلا حرامه، حرامه اصلا. یا مثلا قرآن فرمود با منافقین جهاد کن، با منافق جنگ کردن چیه؟ حرامه. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، جنگ با منافق حرامه. پس حرب به معنی جنگ نیست، جهاد به معنی جنگ نیست، قتالم به معنی جنگ نیست. ببین همین عبارت ظلموکم بالمقاتلت و قلت الاستماع. ببین این مقاتله علی اینجا توی این عبارت یعنی چی؟ یعنی جر و بحث. یعنی اونه که جر و بحث درگیری. بله. چرا نه؟ آره بابا نه. تم جر رو بحث کردن نخیه از بحث نبود، اینه کتمان میکردن، کتمان میکردن، حالا دیگه اجازه دارن حالا دیگه ها اون ظلمون اون جای دیگه است، اون که از شهرشون رانده شده اون مال جای دیگه است. بینه الان اینجا توی عبارت مقات میگه اونایی که با شما ظلم کردن به مقاتله و عدم استماع. عدم استماع یعنی چی؟ یعنی بینی الان فرض کنید من دارم صحبت میکنم، یکی با رفیقش داره صحبت میکنه، این که او داره با رفیقش صحبت میکنه داره با من مقاتله میکنه، با من اینو میگم مقاتله ها. آره دیگه روشنه دیگه. بنید میگه ظلمو کن
خیلی خوب، پس همین، پس کلمه مقاتله حتما به معنی جنگ نیست. نخیر، نه نه، اصلا این آیه شریف سوره حجرات و این طایفتان من المؤمنین اقتتلو فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله. اولا خود آیه روشنه که داره میگه قتال یعنی چی. میگه اگر یکیشون طغیان کرد فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. آیه معنیش اینه که یعنی بکشیدش تا برگرده، اگه کشتی که دیگه بر نمیگرده که. پس اولا پس خود قاتلو به معنی کشتنش نیست، چون اگه کشتی که دیگه بر نمیگرده که، کشتی که میمیره. شأن نزول آیه اینه، شأن نزول آیه دو قبیله با هم دعواشون بود، با جاروت تو سر هم میزدن، این با جارو به اون میزد، اون با جارو به این میزد. آیه نازل شد که این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، با جارو کسی کشته میشه؟ یعنی دعواهای زنانگی رو بهش میگن قتال، همینه. ولی زبینی اصلا این آیات قرآن این معنیش نیه، یا همه زیارت عاشورا که این همه داره دا. هر بل من حاربکم، اینا اصلا به معنی جنگ نیستا. متاسفانه ما خودمون بهانه درست کردیم دادیم دست دشمنامون. خب آره آره، این یعنی که دو نفر دعواشون شد، اما زدن با جارو نه زدن با تیران نه با شمشیر. متاسفانه خودمون این آیات قرآن رو اشتباه معنا کردیم، بعد دادیم دست این غربی ها. غربی ها میگن قرآن همش میگه آدم بکشید آدم بکشید. این داعشی هم خدا لعنتشون کنه دیگه، اونم همین آیات رو اینجوری بد معنا میکردن. ببین اینجوری که گفتم، نه حرب، نه جهاد، نه قتال، هیچ کدام به معنی آدم کشتن و جنگ هیچ کدامش نیست. همین خاطر همین متاسفانه من یه موقع نشستم یه کاری کردم. ببینید واقعا حالا نمیدونم میخواد بگید که این دیوونگی خلیه هرچی هست، من یه وقت نشستم یه کاری کردم، این قرآن رو گذاشتم جلوم، گفتم تمام کلمات قرآن رو به لغت مراجعه کنم، تمام کلمات بلا استثناء. مثلا فرض کنید بسم الله الرحمن الرحیم، بیرا خود بیرا میرفتم سراغ کتاب لغت، اسم رو الف الف لام رو الف لام رو میرفتم سراغ لغت یعنی چی. تمام قرآن اینجوری یه وقت نشستم مطالعه، وقت یه لغت و دوتا لغت هم نه، شاید مثلا 40-50 تا کتاب لغت کلم بگم. مثلا ضربه رو حتما به لغت مراجعه میکردم، با اینکه اولی کلمه که تو حوزه یاد گرفتیم چیه؟ ضرب. اون موقع دیدم اینقدر ما داریم قرآن اشتباه معنا میکنیم، چون خیلی این کلمات رو بر اساس همین شنیده ها داریم معنا میکنیم. نخه قرینه میخواد، اگر قرینه نداشت منیشه نیست. قتال همیشه یعنی جر و بحث. بین همین الان خود من و شما تو فارسی نمیگیم الان ایران و آمریکا در حال جنگن، همین الان، اما در حال جنگن. این جنگ یعنی چی؟ این علیه اون تبلیغ میکنه، اونم علیه ما تبلیغ میکنه، اینو میگن جنگ. اون زمان نزول قرآنم اینو میگفتن جنگا، اینو میگفت جنگ. جنگ یعنی که پیغمبر میگو این بوتا چیست، اینا نمه به درد نمیخوره، یه بوتا چرا سجده میکنی، عقلتو خرابه، اونا میگفتن عقلتو خرابه، اینو میگفتن جنگ. همش همینه، نه که نخیر نه نه، هر چه دید باشون جر و بس کنید.
یعنی خیلی عبارت، الان یه عبارت دیگه همین الان میخونم، مثلا یه چند لحظه صبر کنید ببینید. ببینید ظلموکم بالمقاتله و قلت الاستماع، ببینید مقاتله و قلت الاستماع. پس مقاتله یعنی چی؟ چرا بس حرف کسی گوش نده؟ اینو میگن قد همین الان شما دارید با من قتال میکنی که منو گوش نمیدید. آره دیگه ها همونه همونه. الان یه شاهد الان دوباره میارم. ببینید این خیلی نکات مهمیه و ببینید متاسفانه ما خودمون داریم قرآن را بدجور جلوه میدیم. چه آیه زیباتر از این آیه تو قرآن که قاتل الذین یقاتلونکم، نگفته مسلمون نگفته کافر، میگه هر کی که میخواد شما رو بکشه بکشیدش. آقای شعرانی تو ذیل این آیه میفرماید که اگر یکی تو میدان جنگ کافرم هست اسلحه دستشه، اما یقین دارید نمیخواد شما رو بکشه بلو کافره، تو میدان جنگ علیه شما هست، میگه کشتنش حرام است. حرام است یک کسی تو میدان جنگه اما میدونی اگه شما نکشید او نمیکشه، میگه حرامه بکشیدش. زیل همی آیه خیلی اینجور دستورای قرآن زیباست، اما به شرط این که درست اینا رو معنا کنیم. ما اینجوری حالا بیزن و قولو، حالا شاهد دومم میرسم و قولو فلا تخشوهم وخشونی لما ذکرهم به ظلم و الخصومت و المحاجت. یعنی محاجه وقتی خدا ذکر که اونا ظلم میکنند، خصومت و دعوا میکنند، احتجاج میکنند، جر و بحث میکنند، طیب نفوس المؤمنین، نفوس مؤمنین رو خلاصه دلشون رو تلطیف کرد. فقال لا تخافوهم، از اینا نترسید، بلا تلتفتو الا ما یکونم، به حرفشون توجه نکنید، لا تلتفتو التفات نکنید، فا این عاقبت سو علیهم، اینا عاقبت بدی خواهند داشت، بلا حجت لأحد منهم علیکم، بلا یده، اینا حجتی ندارن، اینا دست علیه شما ندارن، یعنی اینا قوی نیستن علیه شما. و قیل لا تخشوهم فی استقبال الکعبه، در این که شما روبرو کعبه میستید نماز میخونید از این تغییر قبله نترسید، و خشو عقابی فی ترک استقبال، از این بترسید که اگر روبه قبله بای نسید و خدا عذابتون مونه، از این بترسید. فینی احفظکم من کیدهم، من شما رو از کید اونا حفظ میکنم، از شون نترسید. و قوله و لأتم نعمتی علیکم، این قبله رو گفتیم برای این که لأتم نعمتی علیکم، نعمت خودم را بر شما تمام کنم. عطفون علا قولهی لالله، عطفه به اون لالله یکون لناس علیکم حجتون، حجتی علیه شما و این که نعمت کامل. و تقدیر و تقدیرش اینه ها، لالله یکون لأحد علیکم حجتون بلأتم نعمتی علیکم، تا نعمت خودم را بر شما کامل کنم، به هدایتی یاکم الی قبلت ابراهیم علیه السلام، به اینکه شما را به طرف قبله ابراهیم قرار دادم. بیان سبحانه، خداوند توضیح داد، بیان کرد، انه حبل القبلت لهذین الغرضین، خدا قبله را عوض کرد به دو جهت، به دو دلیل، یکی زبال القاله، دومی تمام نعمه. زبال القاله یعنی چی؟ آها جناب آیه، زبال القاله، این زبال القاله همون مقاتله یکی اون بالا گفتم الذین ظلموها، یعنی این شاهد دوم. آها اون بالا گفت قتال، حالا داره همون قتالو داره تکرار میکنه، قتالیه که بالا گفت داره تکرار میکنه، میگه قاله. قاله یعنی چی؟ یعنی جروبه است بلغال. یعنی خب این
عربیه دیگه، مجموع البیان واقعا کتاب عربیه. بهترین شاهد عربی بودنش اینه که ما حالیمون نمیشه. ببینید مجموع البیان که عربیه، اون بالا گفت قتال، حالا که دوباره تکرارش داره میکنه میگه قاله. پس قتال یعنی چی؟ جر و بحث. جر و بحث. نه اصلا قتال یعنی این، اون که کشتن قرینه میخواد، اون قرینه میخواد. خب ولی خودش بالا زلمو را معنا کرد که مقاتله، بعد مقاتله را عطف تفسیری آورد گفت عدم الاستماع، دوباره همون مقاتله رو گفت قاله. این خیلی نکات مهم است. نه دیگه، نه هر جر و بس، همین که مثلا زبال القاله و تمام نعمه. بر روی عن ابن عباس انه قال ولو اتم نعمتی علیکم فی الدنیا والآخره، نعمت خودم رو در دنیا و آخره تمام کنم، اما فی الدنیا فانصرکم علی اعدائکم، تو دنیا شما رو بر دشمن پیروز میکنم، و اورثکم ارزهم و دیارهم و اموالهم، و ارث میگذارم بر شما زمینشون و دیارشون و اموالشون رو. قبلنم یه بار گفتم اون حدیث معروفی که عایشه جعل کرد و شیخ مفید، با اینکه عرب درست حسابیه دیگه، شیخ مفید عرب قهه، از بیخ عربه. یه کتابم داره اسم کتاب این است، حدیث و انا معاشر الانبیا لا نورس نه لا نورس. آیشم که حدیث رو جعل کرد، انا معاشر الانبیا لا نورس، یعنی کسی از ما ارث نمی برد، نه اینکه ما ارث نمی گذاریم. بینید اورسکم اورسه، نه بررسه، اورسه لا نورس. و اما فی الاخرت فجنتی و رحمتی، در دنیا پیروزتون میکنم بر دشمن، در آخرتم بهشت و رحمتم. و روی عن علی علیه السلام، از امیر المومنی علیه السلام نقل شده، قال النعم سته، نعمت ها ششتاست، ششت نعمت داریم، اسلام و قرآن و محمد صلی الله علیه و آله، واقعا پیغمبر اهل بیت بالاترین نعمت هم دیگه، و ستر و عافیت و غنا اما فی عید الناس. ستر و عافیت خدا، پرده پوشی خدا، عافیت و بی‌نیازی از دست مردم. تو مجموع بیان گاهی احادیث پیدا میشه مثل اینا، مثلا اینا شما هیچ کتاب حدیثی نمیتونید این حدیث رو پیدا کنید، یعنی یه احادیثی مجموع بیان نقل کرده، اون کتاب از چیز هست الاداب و دینیه للخزانت المعینیه مال همین صاحب مجموع بیان، اون من تصدیق کردم، ترجمه کردم، تو مقدمه اونجا من گفتم که تو مقدمه اونجا گفتم یه احادیثی تو دست صاحب مجموع بیان بوده که تو هیچ کتابی نیست، اونجا تو مقدمش آوردم، اینم یکیشه. الان شما اینجور احادیث هیچ کجا پیدا نمی کنید که نرسید، و دیگرانم توجه نکردن، مثلا الان مجلسی نیورده، نه مستدرکی اون که هیچی، نه نه اون که لعلكم تهتدون ای لکی تهتدو، تا هدایت شوید. خب خدا لعله برای چی میگه؟ یعنی خدا میگه شاید، یعنی نمیدونم،
میگه لعله من الله واجب. خدا اگر بگوید لعله، اینه یعنی شاید. هرچی خدا بگه لعله یعنی باید، لعلکم تهتدون یعنی باید هدایت شوید. ان الحسن و جمال بقیل لتهتدوا الى الصواب حال. بعضی میگن لعلکم تهتدون یعنی لتهتدوا، یعنی لعله رو حذفش کنید، لعله رو حذفش کنید. لتهتدوا الى الصواب حال بقیل الى تمسک بها. بعضی میگن کرد قبله. صلى الله عليه وسلم.